5 ایده مارکتینگ و تبلیغات برای بیزنس های صنعت خودرو، چه تعمیرگاه های ماشین باشن، چه لوازم یدکی، چه سرویس ماینور سرویس، میجر سرویس، لاستیک فروشی و لوازم اکسسوریز، لوازم اضافه و لوازم لوکس ماشین و زیر شاخه های اون. همینطور که میبینید 5 تا رو براتون لیست کردم. اول مثل بقیه بیزنس ها که تو ویدیوهای دیگه هم دیدید، گزینه اول گوگل هست. چرا؟ چون کسی که سرچ میکنه محصولی رو، اگر میخواد ماشینش رو سرویس کنه، روغنش رو عوض کنه، دیسک ترمز و نمیدونم هر چیز مصرفی دیگری داره سرچ میکنه، یک قدم با خرید یا با بوکینگ فاصله داره. در نتیجه گوگل چون اولین سرویس انتخاب سرچ همه آدم ها هست، حضور مستمر و پررنگ در گوگل، اول از همه مای گوگل بیزنس، پروفایل بیزنستون توی گوگل بایستی درست ست شده باشه، حرفه‌ای، ساعت‌های کاریتون، شماره تلفن تماس، وبسایتتون، نحوه بوکینگ تلفنی آنلاین و بقیه ماجرا. بعد از اون SEO یا سرچ انجین اپتیمایزیشن، به این معنی که هر کسی که محصولات شما، خدمات شما رو در شعاع مثلا 1 کیلومتری، 2 کیلومتری، 5 کیلومتری، 10 کیلومتری سرچ میکنه، وبسایت شما به صورت ارگانیک یا طبیعی بیاد بالا، جزو صفحه اول باشه حداقل. بعد از اون خدمات تبلیغات پولی یا پید ادورتایزینگ به گوگل، میتونیم به گوگل پول بدیم، دقیقا مشابه بیزنس های دیگه که توی ویدیوهای دیگه خدمتتون عرض کردم، میتونیم به گوگل پول بدیم که شناسایی کنه کسانی که در این لحظه، در این هفته، امروز یا حتی 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه ممکنه که به خدمات بیزنس ما به عنوان یک اوتو سرویس احتیاج داشته باشن. گوگل الگوریتم های خاص خودش داره برای شناسایی اینها، مخصوصا که با شرکت های بیمه و لوکیشن موبایل و آی پی و شماره تلفن و دیتای دیگری که از شما در گوگل وجود داره، میتونه هم نگاه کنه ببینه چه کسانی چه چیزهایی سرچ کردن، در نتیجه اینترستد هستن به چی، همین که سرچ کنه ببینه که مثلا چه کسانی در هفته گذشته توی کدوم لوکیشن ها بودن، احتمالاً مشکلشون چیه، و اینکه چه کسانی مثلا بیمه ماشینشون تموم میشه، چه کسانی کلیم کردن، چه کسانی تصادف کردن و احتمالاً به خدمات اوتو سرویس احتیاج دارن. در نتیجه گوگل ادورد یا پید ادورتایزینگ توی گوگل جزو مراحل اولیست یا پیشنهاد اولیست که اولویت شماره 1 برای بیزنس های صنعت اوتو سرویس. بعد از اون سوشال میدیا، فیسبوک و اینستاگرام، و دقیقا مثل بقیه بیزنس ها شاه کلید ماجرا در فیسبوک و اینستاگرام کانتنت یا محتواست. یعنی شما باید بتونید یک عکس و ویدیو به درد بخور، یه پست به درد بخور بگذارید. خدا را شکر در مورد سرویس های اوتو سرویس، چه کارتون تعمیرات ماشین باشه، چه فروش لوازم یدکی باشه، چه فروش لوازم لوکس و قطعات جانبی ماشین باشه، به قدری میشه کانتنت یا محتویات به درد بخور به مردم داد. مثلا اینکه آقا فلان جای ماشین اگر اشکال پیدا کنه یک همچین صدایی میده، مثلا اگر ماشینتون فلان چراغ و فلان چراغش روشن شد، احتمالاً اشکال یا از اینه، یا مثلا فلان قطعه ای که ما جدیداً آوردیم مثلا کمک میکنه، توی ویدیو باید نشون بدین، مثلا این قطعه کمک میکنه به مثلا 20% مصرف سوخت رو کاهش میده. چرا من اینجا نوشتم ویلاگ؟ ویلاگ در واقع ترکیب ویدیو هست و بلاگ. این روزا مردم متنای زیاد رو نمیخونن، کسی حوصله نداره متن بخونه، 2 ساعت یه پستی رو بخونه. در نتیجه ویدیو، کاری که من خودم سالهاست توی همه کمپینامون دارم میکنم، ویدیو بیشتر از هر چیزی هم بیننده میگیره، همین که چهره شما رو، بیزنس شما رو، فضای دفتر و مغازه و گاراژ شما رو میبینه مشتری، و هم راحت‌تر اعتماد میکنه، هم باهاتون رابطه برقرار میکنه، حتی با تصویرتون رابطه برقرار میکنه. همینطور که عده زیادی از شما دوستان با تصویر بنده، با بیزنس بنده، با دفتر ما، با مطالبی که من میگم رابطه برقرار کردید. در نتیجه روی سوشال میدیا شاه کلید کانتنت یا محتواست، و همونطور که پیشنهاد میکنم بیشتر اگر بتونید از ویدیوهای آموزشی، هر چند یک نکته کوچیک باشه، در کنارش هم تبلیغ کوچیک میتونید بکنید، دقیقا کاری که من خودم برای بیزنس خودم میکنم. بعد از اون آفرهاتون، مثلا اگه تخفیفی میذارید برای مناسبت‌های خاص، برای روزهای آف سیزن، برای موقعی که بیزنس میاد پایین داون میشه، یا مثلا موقع قبل کریسمس، قبل ایستر، موقعی که مردم ماشیناشون رو سرویس میکنن و رقابت بالاست،
آفرهای تخفیفتون رو میتونید روی سوشال میدیا هم منتشر کنید و بعد از اون پید ادورتایزینگ یا سرویس های تبلیغ پولی روی فیسبوک و اینستاگرام. دقیقا مشابه گوگل، فیسبوک و اینستاگرام هم الگوریتم های خاص خودشون رو دارن برای شناسایی، تارگتینگ و فیلتر کردن کسانی که به احتمال زیاد یا همین الان به خدمات شما احتیاج دارن یا در آینده نزدیک به خدماتتون احتیاج پیدا میکنن. به چی اینترست دادن؟ اگر طرف یک هفته است روی بریک پد کلیک میکنه، سرچ میکنه، روی ویدیوهای مختلف توی ای بی، توی آمازون، توی گام تری میگرده دنبال مثلا لنت ترمز، خب این آقا یه قدم با خرید فاصله داره. ما میتونیم به فیسبوک و اینستاگرام پول بدیم این آدما رو شناسایی کنه بدون اینکه آدما از حضور شما اطلاع داشته باشن، بدون اینکه پیج شما رو لایک کرده باشن، بدون اینکه فن شما باشن، تبلیغات شما رو همینطوری که دارن توی فیسبوک میچرخن، ویدیو گربه و سگ و نمیدونم چیزای خنده دار نگاه میکنن، تبلیغ شما رو هم ببینن، پست شما، این ویلاگ شما رو ببینن یا آفر شما رو ببینن. اینا تو تبلیغات پولی هست. یه نکته ممکنه گوگل و فیسبوک تبلیغات پولی و تکنیکالش نقطه لحاظ فنی سخت باشه، شاید احتیاج داشته باشید یه مقداری کامپیوتر بدونید، یه مقداری از الگوریتم ها و اینترنت و این مسائل سر در بیاره، مقداری زبان قوی احتیاج داشته باشه، ولی نگرانش نباشید. بنده به همراه دوست عزیزم آقای فرامرز کمالی از شرکت آرتا کلاود که ایشون استاد مارکتینگ و تبلیغات هستن، یه کورس آموزشی به زبان فارسی، به زبان ساده و روان فارسی براتون درست کردیم. خودآموز هست، شامل 20-30 فصل جزوه و ویدیو هست که روی کامپیوترمون بهتون دقیقاً نشون دادیم که الان اینجا توی گوگل این دکمه رو بزن، بعد اینجا اینو بنویس، اینجا اینو تیک بزن، اینجا مثلا ساعتاتو وارد کن، اینجا این ویدیو تو آپلود کن که بتونید تارگت کنید. حالا چطور متقاضیان رو پیدا کنیم، چه حتی میتونید بر اساس سنشون، بر اساس میزان درآمدشون، محل زندگیشون، شغلشون، اینا جزو نکات خیلی کنکوری این کورس ما. از اون راه سوم کوپن های تخفیف روی وبسایت ها یا پلتفرم هایی مثل groupon.com.au، voucherstore.com.au، shopdocket.com.au و scoupon.com.au هم منتشر کنید، باهاشون قرارداد ببندید، یک آفر خوب منتشر کنید. ترافیکی که این سایت ها میارن اصلا قابل مقایسه نیست با ترافیکی که خودتون میارید. ترافیکی که شما میارید حتی با استفاده از این دوتا شاید برسه به ترافیکی که این سایت ها براتون میارن. بله درسته کارمزد میگیرن، بله درسته هزینه داره، ولی چه چیزی تو بیزنس هزینه نداره؟ حتی همین کورس آموزش مارکتینگ و تبلیغات ما هم هزینه داره. منتها به جای اینکه به یه نفر پول بدین ماهی 4-5000 دلار، 6000 دلار براتون هر ماه 4-5000 دلار بدین این کارو بکنه، ما یه کورسی درست کردیم که آقا خودت ماهیگیری یاد بگیر به جای اینکه ما برات ماهی بگیریم، خود ماهیگیری یاد بگیر خودت بکن به جای اینکه ماهی 4-5000 دلار به کسی پول بدی. بعد از اون گزینه چهارم پارتنرشیپ یا همکاری با شرکت‌های دیگه، مخصوصا در استرالیا RACV یا اگر در مثلا کوینزلند هستید RACQ، بزرگترین شرکت بیمه استرالیا است، شرکت‌های بیمه دیگه مثل GIO، مثل بقیه شرکت‌های بیمه و پمپ بنزین‌ها، با اینها قرارداد ببندید، واوچراتون رو بذارید، اگر احتیاج هست سرتیفاید باشید برای شرکت‌های بیمه مثل RACV، RACQ و حتی در نیوساوت بقیه ایالت‌ها، حتما این کارو بکنید. هر چند ممکنه دوره‌ای بخواد، هر چند ممکنه طول بکشه، هزینه داشته باشه، ولی مردم بیشتر بهتون اعتماد میکنن و فروشتون چند برابر میشه. اگر با شرکت‌های بیمه قرارداد داشته باشید طبیعتاً تمام کسانی که تصادف می‌کنن با خیلی راحت میان پیشتون، دیگه مشکل قیمت نخواهید داشت. هر چند کسانی که اتو سرویس دارن و تعمیرکارن میدونن که روی بیمه اتفاقاً خیلی راحت‌تر میتونن با قیمت‌ها دستشون باز میتونن کوت بهتر بدن. و گزینه پنجم لویالتی پروگرام، همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتیم، فرم اشتراک، کارت اشتراک دادن، مشترک کردن مشتری، ازش به بهانه اشتراک دیتا بگیرید، اسمش، تلفنش، ایمیلش، تاریخ تولدش، تاریخ اتمام رجو، تاریخ اتمام بیمش و اینا رو میتونید بگید که بعداً توی گوگل و فیسبوک تو تبلیغات پولی از این دیتا استفاده کنیم. این دیتا رو میتونیم بدیم به گوگل و فیسبوک و ازشون بخوایم آدم‌های مشابه اینا رو که 2 روز دیگه رجوش تموم میشه، 2 روز دیگه بیمش تموم میشه، تارگت کنه و از طریق الگوریتم هایی که دارن بتونن شناسایی کنن که چه کسی واجد شرایط سرویس های شماست. لویالتی پروگرام هم دیتاش به دردتون میخوره، هم واوچر میتونید بفرستید، واوچرهای خودتون رو به جایی که پول بدید میتونید مستقیم ایمیل کنید خیلی ساده، یا میتونید حتی ماهی یه بار یه ایمیل ساده بزنید و خدمتتون هست که حتی میتونید ریمایندر بدید به مشتری، به طور اتوماتیک سیستمتون ریمایندر بده که مثلا آقای فلانی، آقای پیتر که ما سال گذشته ماشین رو در این تاریخ سرویس کردی، سرویست داره تموم میشه، میخوای بیا یه سرویس دیگه، لاستیکت داره تموم میشه، میخوای بیا یه چارج اوف لاستیک و چارت لاستیک برداری و و و غیره و غیره. مثلا اگه کسی
ماشینش مودیفای کرده و شما مثلا یه چراغ LED جدید مدل جدید آوردید، خیلی راحت میتونید بهشون ایمیل بزنید. اگر این لویالتی پروگرام رو داشته باشید، دیتاشون رو داشته باشید، میتونید بهشون ایمیل بزنید، باشون تماس بگیرید و تارگتشون کنید. امیدوارم که از این ویدیو کوتاه لذت برده باشید. ممنون از محبتتون. لینک این کورس آموزش روش‌های تبلیغات پیشرفته گوگل و فیسبوک و اینستاگرام مون رو میذارم توی توضیحات پایین یا بالا. امیدوارم که اگر دوست داشتید تهیه کنید و استفاده کنید. ممنون از محبتتون و خداحافظ.